یه سری اطلاعات ما اون موقع جمع‌آوری کردم به بچه‌ها، میگفتم خب اینطوری میتونه میتونه ب... میتونید ب... بابا فلج شدم من امروز چرا. نفس عمیق، نفس عمیق. ما امروز با دو تا از بچه‌ها اومدیم که تغییر رشته به نوع خودشون عجیبی داشتن و می‌خوایم کامل به مبحث تغییر رشته امروز بپردازیم. می‌خوای خودتون رو معرفی کنید بعد بریم سراغ سوالمون. من امیر شریعتی ام، ورودی 97 برق دانشگاه تهران. من ترم 6 بود که تغییر رشته دادم، اومدم مدیریت بازرگانی. با بچهای ورودی 1400 اومدم به سمت مدیریت بازرگانی و حالا یه تعدادی از درس‌هام که کارو کردیم که تطبیق خورد و شروع کردیم به تحصیل و الان هم تو مدیریت هستیم. منم امیرحسین کشاورز هستم، ورودی 97 مهندسی کامپیوتر، که من هم ترم 5 یه ترم قبل از امیر تغییر رشته دادم به مدیریت بازرگانی و حالا خب همون روند خاص خودشو تطبیق نمرات و تطبیق دروس رو داشتیم و الان که مدیریت بازرگانی می‌خونم. اول اصلا می‌خواستم بپرسم چی شد که تغییر رشته دادین؟ و من بیشتر شنیده بودم بچه‌ها سال اول تغییر رشته میدن. تا قبل از شروع این ویدیو من فکر می‌کردم که فقط تا سال اول میشه تغییر رشته داد. می‌خواید بگین اصلا چی شد که تغییر رشته دادین؟ و خیلی جالبه، من می‌شنیدم که خیلی‌ها میان برق و از برق به اکثریت میخوام برن کامپیوتر. ما اینجا دو نفر داریم از برق کامپیوتر اومدن مدیریت. میخواین اینکه اصلا چی شد که اینطوری شد توضیح درمش بدید؟ ببین، در مورد سوالی که داشتی که فکر میکردی که فقط ترم اول و سال اول میشه تغییر رشته داد، ببین به صورت قانونی و اونی که تو فرم ها اومده تا آخر سال دوم تغییر رشته قانونی میشه داد با رضایت دانشگاه مبدأ و مقصد، که مشکلی نداره. یعنی تا اردیبهشت ماه ترم چهارت میتونی تغییر رشته بدی، که حالا شرایط من و امیر یه مقدار فرق داشت و باید مثلا کلنجار میرفتیم و یکم بگو مگو میکردیم و رضایت مدیر گروه مقصد دانشگاه مقصد رو کسب میکردیم، که همین واسه مدیریت بازرگانی بود. که مثلا من خودم مشکل سرویس دارم، حالا امیر مثلا معافه، مشکل نداره. من باید تعهد میدادم که تا قبل ترم 12 درس رو تموم بکنم که سنوات اضافه نخورم، که حالا خدا رو شکر این ترم تموم شد درسم ترم 11. این در مورد این که شدنی هستش. سوال دیگه چی بودش که مثلا چرا این اتفاق میفته؟ ببین، حالا شرایط مختلفی داره. یه دونه میتونه انتخاب رشته غلط باشه، یا مثلا اطلاع نداشتن از شرایط رشتهت. که مثلا برای ما که مثلا ریاضی بودیم، مثلا تو دبیرستانه که اکثر ریاضی و تجربی بودن، بچه انسانی نبودن، خیلی این جو بود که خب ریاضی و تجربی خوبه، انسانی واسه اونایی که درس میخونن ریاضیشون بده. یه همچین جوی بود و اصلا اطلاعات درستی به ما نمیدادن. حالا باز این چند ساله یکم با بچه‌هایی که خود اصلا تو مدرسه هستن حرف می‌زنیم، می‌بینیم نه، اطلاعاتشون بیشتر شده، اصلا مثل ما دیگه زیاد فکر نمی‌کنن. این یکی از دلایلش بود. برای من به شخصه این مدلی بود که اگه بخوام توی خود رشته برق موفق بشم، باید وقت زیادی رو می‌ذاشتم. یعنی مثلا من رفیق داشتم روزی 12 13 ساعت درس می‌خون، اندازه سال کنکورش درس می‌خون، الانم آمریکا، یعنی نتیجه‌شو گرفت، موفق شد. ولی این سبک با سبک زندگی من زیاد جور نبودش. من نمیخواستم حالا همه وقتمو بیشتر بذارم رو درس که موفق بشم، نمیخواستم زیاد آدم تک‌بودی باشم. این حالا مسئله بود که به ذهن من رسید. امیر، تو نظرت چیه؟ حالا در مورد شرایط و زمانی که شما دارید، مرحله زمانی که برای تغییرش دارید، خب امیر گفت تا ترم 4 بیشتر فرصت نداره از لحاظ روال قانونیش، بعدش دیگه خب دردسرای خاص خودشو داره. مثلا شما ترم 5 بشی یا ترم 6 بشی، همون شرایطی که واسه ما پیش اومد، ما مثلا 2-3 ماه تمام، 3-4 ماه تمام کلنجار می‌رفتیم که بتونیم حالا بازی کنیم که تایید تغییرش تر بدن. در مورد اینکه چی شد که این اتفاق افتاد، امیر سر چیزاشو گفت. توی فضای حالا سیستم آموزش دانش آموزان توی ایران، ما چیزی که یاد داده نمیشه خودشناسیه، اینکه علایقمون رو بشناسیم، اینکه استعدادمون رو بشناسیم و به سمتش بریم. میگن دو تا رشته خوب هست، رشته تجربی، پزشکی و مهندسی، برید اونها موفقی، توی اونها نرید موفق نیستید و مثل حالا شرایط دیگه. ولی چیزی که واقعا هست اینه که هر فردی توی رشته و توی حالا موضوع و مهارتی که مورد علاقش پیشرفت میتونه بکنه و میتونه از همون پول در بیاره و میتونه درآمدزایی داشته باشه. مسئله هستن که واسه ما پیش اومد همین بود. ما توی حالا خب یه سری دبیرستانایی که خیلی اون فضای کنکور واسه شون مهمتر بود و میگفتن نه، شما باید حتما رتبه‌های برتر بشید، برید دانشگاه. احتمالاً اینو حرفو زیاد شنیدید که میگم مثلا برید دانشگاه دیگه راحت میشید و دیگه شرایط رواله، در حالی که دانشگاه شرایط خیلی بدتر و سخت‌تری از نسبت به دبیرستان داره.
صرفاً حالا چون شما از اون سطح کنکور گذشتی تست می‌کنید مثلا شاید راحت باشه، ولی دانشگاه فضای خیلی سخت‌تری داره، به خصوص که شما دچار بحران اون آینده میشید، بحران بی‌هدفی میشید، داستان پیچیده‌تر میشه. یه خورده آره داستان خیلی پیچیده‌تر میشه و دیدگاه شما به سمت همون دیدگاه بعد از 20 سالگی و بحران 20 سالگی و بحران 10 سال زندگی زیاد میشه. سر این باعث میشه که معمولاً انتخاب‌های اشتباه آدم‌ها که ناشی از حرف‌های بقیه است و بدون شناخت درست اون رشته است، باعث یه شکستی واسه حالا من حداقل شد توی فضای دانشگاه. یعنی من خب قبل از دانشگاه برنامه‌نویسی می‌کردم، بازی‌سازی می‌کردم، کنکور دادم، رتبه‌ام خوب شد، اومدم توی انتخاب رشته، گفتم خب خوبه دیگه، من برنامه‌نویسی بلدم، مهندسی کامپیوتر میام، چیزی که دوست دارم. در حالی که اومدم توی مهندسی کامپیوتر دیدم مثلا 20% برنامه‌نویسیه و دیدم مثلا فضای فکری من با اومدن توی دانشگاه تغییر کرد. به خصوص حالا من که از ترم دوم تقریبا سر کار رفتم، توی فضای حالا استارتاپی سر کار رفتم و شروع به کار کردم، یه خورده دیدم خب اصلا علاقه من یه چیز دیگه است. اگر چیز قبلش بوده با زور و اجبار یا خانواده یا فشار محیط بوده، و بعدش که دیدم که من میتونم آزادانه تر تصمیم بگیرم، با ذهنیت باسر تصمیم بگیرم، دیدم خب اصلا علاقه من این بحث دیگه است، اصلا یه سمت دیگه است. من آدم اجتماعی بودم، حاضر نبودم 800 900 تام بشینم باش لپتاپ کد بزنم یا کار دیگه انجام بدم. من دوستشم با آدم‌ها ارتباط بگیرم، من دوستشم یه تیم رو لیدری کنم، لیدرشپ باشم. و همین باعث شد که به فکر این بیفتم که چجوری تغییر رشته بدم و برم روی رشته‌ای که به اون رویاه و هدف من نزدیک‌تر بود. که بین اینها گشتم، تحقیق کردم، از آدم‌های مختلف از دانشگاه‌های مختلف پرسیدم و به مدیریت بازرگانی رسیدم. حالا می‌خوام ببینم که این روندش به طور قانونی میگن سلسله مراتبش چجوریه. یه سری چیزا من خودم شنیدم، یه تعداد واحدی باید پاس کنید. حالا من تا دو ترم اول شنیده بودم. یه تعداد واحدی باید پاس کنید، یه معدلی باید داشته باشی، یه حداقل معدلی، و اینکه یه بحث هم هست در مورد دانشکده مبدا و دانشکده مقصد. می‌خواد در مورد اینا توضیح بدین کلا شرایطش چجوریه؟ ببین، ما تغییر رشته به دو صورته، تغییر رشته استعدادهای درخشان و تغییر رشته به صورت از رشته بالا به پایین. ببین شما، ما یه ردبندی رشته تو سازمان سنجش داریم که یه سری رشته ها خب نیازمند رتبه بهتری واسه به دست آوردن شن، یه سری رشته ها نیازمند رتبه های حالا بالاتری. شما اگر از رشته که رتبه پایین تر داره بخواد به رشته بالاتر برید، نه نیازی به بحث معدل دارید، نه نیازی به حالا بحث مثلا تعداد واحد پاس کرده دارید، صرفا فقط تایید دانشکده مبدا و مقصده که اون هم توی کمیسیون بررسی میشه. ولی تغییر رشته استعدادهای درخشان واسه زمانی که شما از یک رشته ای که رتبه بالاتری میخواد برید رشته ای که رتبه پایین تری میخواد باید برید، که معمولا این شکلیه که شما باید دو ترم، حالا حداقل تا جایی که من اطلاع دارم، دو ترم باید معدلتون بالای 17.5 بشه، بعد میتونید درخواست بدید واسه تغییر رشته به رشته بهتر. حالا عددش میتونه توی بعضی از دانشگاه، آره، بستگی به رنگ اون رشته داره. و شما از توی استعدادات درخشان واسه رفتن به رشته بالاتر این شکلی، شاید واسه ما خب فرق داشت. شما مثلا رشته مهندس کامپیوتر رتبه پایین تر نسبت به مدیریت بازرگانی میخواست، به خاطر همین این شرایط و محدودیت ها رو نداشتیم و خیلی راحت تر بود. در بحث دانشکده مبدا و مقصد، چیزی که خیلی مهمه تایید مدیر گروه دانشکده مبدا و معاون آموزشی دانشکده مبدا، که معمولا دانشکده مبدا راضی هستن، مگه اینکه خیلی بخواد مثلا سخیری داشته باشه. یه خورده دانشکده مقصد اذیت میکنه و همین. یه نکته دیگه ای فکر نکنم بمونه، همه رو امیر گفتش، که حالا با این تغییر رشته ای که ما دادیم زیاد شرط معدل و واحدهای پاس شده زیاد دخیل نبود. و آره، اکثرا دانشکده مقصد مبدا زیاد گیر خاصی نداره، مگر اینکه مثلا یه اتفاق بیفته، یهو 10 تا از دانشجو درخواست تغییر رشته بدن، که هم اگه اشتباه نکنم یه محدودیتی هم داره و یه مقدار بیشتر مقاومت میکنن، که مثلا میشینن حرف میزنن چرا میخوای این کارو بکنی. ولی مثلا واسه خودم، من به شخصه گفتم میخوام تغییر رشته بدم و خب فرمشو بیار و امضا کرد و رفتیم. ولی اگه یکم بیشتر بشه صحبت میکنن، سعی میکنن نگه دارن، بالاخره داره از دانشجوهاشون کم میشه، از اون افرادی که میتونن نشون بدن که ما واسه فارغ التحصیلیشون شدیم برای استادها و اون دانشکده، این یه جورایی رزومه محسوب میشه بعد از اینکه این کارو میکنن. به قول امیر، گیر و گورا سر دانشکده مقصدمونه دیگه، که باید بشینیم حرف بزنیم چرا این تغییر رشته رو میخوایم بدیم، هدفمون چیه. و معمولا هم این مدلیه که یه ترم با شرط معدل قبول میکنن، که میگن باید معدلت مثلا امیر بکنم بالا 17 15 یا 17 بود، که نشون بدیم که آقا میایم اینجا میتونیم و پس خودمون بر بیایم و نمیخوایم به قولی شل بگیریم و فقط تفریح بکنیم، درس رو داریم میخونیم و بعدش موافقت میشه و بعدش تفریح هم میکنیم دیگه، میشیم دانشجوی رسمی دانشکده مقصدمون. در نهایت حالا به هر حال از
بالا به پایین بخوایم بیاریم به هر حال معدل بالا آوردن هم سخته. ریسک این که بخوای از رشته پایین‌تر بشه بالاتر تغییر بشه بده فکر کنم بیشتر بشه. یعنی بعضی از بچه‌ها مهندسی هستن، من خصوصا بچه‌ای که میگم بعد این دیدو دارن که میخوام برن کامپیوتر و واقعا چند درصدشون میرن کامپیوتر. قبول دارین ریسکش بالاتره؟ نه ریسکش که بیشتر هست، ولی معمولا مثلا ما تو بچه هامون داشتیم که می اومدن یه کار دیگه میکردن، کلن رشته اولشون رو ول نمیکردن، یا اگه مثلا موافقت نمیشد سراغ کهاد یا دوچی میرفتن که باز کهاد یه مقدار آسون تره شرایطش و اتفاقاتی که بعدش میفته. فقط لازم بود یه سری از درسای اصلی اونی که رشته کهادشون رو پاس بکنن، بازم اونم یه سری شرط معدل و شرط تعداد واحدایی که ورمیداری خاص خودشو داره. نکتهش اینه که کمتر باید بحثمون دانشگاه مبدا و مقصد. آره درخواستشو میدی و چون یه روال روتینی داره خیلی راحت تر انجام میشه، و شرطش هم اگه مثلا نتونی انجام بدی و به نتیجه نرسونی اینجوریه که خب دیگه کهات نیستی، دوباره رشته خودت رو داری ادامه بدی. حالا نمیدونم دانشگاه تهران چه دانشگاه دیگه دارن، میخواد یه توضیح کلی هم در مورد کهات بدیم بچه‌ها که نمیدونن. یه سری دروس توی بحث کهات، یه سری دروس هستن که دروس اصلی که شما واسه کهات و گرفتن مدرک دوره کهات لازم دارید، تقریبا حدود اگه اشتباه نکنم مثلا 30 واحد، اگه اشتباه نکنم 28 واحد شما بعد از دانشگاهی که کهات میگیرید بگذرونید که واحد که مدرک کهاد اون رو بگیرید. شرطش هم اینه که دو ترم اول اگه اشتباه نکنم معدلت رنک باشید، یعنی که و تو بینش هم کاهش معدل نداشته باشید اگه اشتباه نکنم، تا این حتما اطلاع دارم، ولی خب چون سمتش نرفتیم نمیدونم که بخوام اطلاع دقیق بدیم. در ادامه اینا به این صورت این مثلا هر ترم باید حداقل یه درس از اون رشته کهادت برداری واحد، و مثلا حتی اکثر فکر کنم 3 تا درس بیشتر نباید برداری. بعدش هم در نهایت بعد از فارغ التحصیلی یه دونه مدرک رشته اصلی تو میگیری، یه مدرک معادل لیسانس میگیری که میگه این دانشجو واحدهای مورد نیاز برای رشته کهادش رو پاس کرده و به اندازه مثلا اگر کهاد مهندسی کامپیوتر گرفته به اندازه یه مهندس کامپیوتر که لیسانس کامپیوتر خونده بلد هست. از این لحاظ میگه که شرایط دانشجو بودن و علمیش رو داره و از اون حد پس میشه و میگذره. طبیعتا شما از کامپیوتر میومدین سمت مدیریت، خب رشته بوده که اگر کنکور ریاضی میدادیم میتونستیم بریم مدیریت، میتونستیم بریم کامپیوتر، و طبیعتا این که بخوایم بریم پزشکی و تجربه رشته بدیم این شدنی نیستش دیگه، هر چیزی که از کنکور اون آره میشه رفتش. دقیقاً اینا هستش. واضحی بود که بچه‌ها اینو قبل نیت از مدیریت دولتی بخوایم بریم دندون پزشکی. نه میشه آره سخت‌تر 24 سال میشه. ببین شما واسه ما شرایط اینم در آوردیم، شاید یه تغییرش دیگه هم بدیم حتی. شما تا قبل 25 سالگیت اگه بتونی لیسانست رو بگیری میتونی یه ارشد پزشکی بدی. آره و فقط دانشگاه تهران داره، خیلی محدوده، تعداد دانشجوی خیلی محدودی میگیره، واقعا فکر کنم مثلا زیر 30 نفر باشه. مثلا تا اونجایی که بچه پزشکی خوندن و توی دوره فشرده میخونی، از اونجا به بعد میشین کنار بچه پزشکی. آره اونم میشه. قبل از 25 سالگی مدرک کارشناسی رو بگیری، دوباره یه کنکور ارشد میدی و در صورت قبول داره میری پزشکی میخونی. ما حتی این رو هم در آوردیم، یعنی تختیم گفتیم حالا دیگه داریم تغییرش بدیم، یه تغییرش مثلا به فلسفه بدیم، یکی به پزشکی بدیم. بس این تطبیق دادنش چجوریه؟ یعنی خب مثلا از رشته های مهندسی بخوایم بریم به مهندسی دیگه، خب اون دروس پایه ریاضی و فیزیک و این چیزا خب اینا تطبیق یافته میشه. ولی اینکه مثلا اومدین مدیریت بجز دروس عمومی چیز دیگه ای تطبیق به غیر از دروس عمومی مثلا ریاضی ها هستش، آمار هستش، برنامه نویسی کامپیوتر هستش که مثلا اسمش تو مدیریت کاربرد کامپیوتر بود، این تطبیق خورد. حالا بعدش بقیه عمومی ها هست که تقریبا 22 واحد میشه. چیز دیگه بود؟ نه همین ریاضی یک، ریاضی دو، آمار با کاربرد کامپیوتر. کامپیوتر. بعد از آمار هم آمار یک. بعد اگه بخوایم شما از مدیریت بریم مثلا کامپیوتر، ولی اون ریاضی کفاف نمیده. احتمالا قبول نکنن. نه قبول نمیکنن. فقط دروس عمومی که میشه هست میشه. الان راضی هستی؟ به نظر صحبتتون میاد که راضی هستید. ببین آره من واقعا نسبت به شرایط خودم توی دوره حالا توی مهندسی کامپیوتر خیلی راضی تر هستم. یه مپ هست که این که خب درس ها رو میخونیم و این حرفا و حالا نمره بالاتر یا پایینتر، یه مپ هست که حالا خودم به شخص زیاد واسم مهم نیست. مهم بودنه واسم اینه که اون درسیه که من حداقل توی فاز بازار کار میتونم پیادهش کنم، و مهمتر از اون اینه که آقا من علاقه دارم به اون مبحث درسه. بر فرض مثال اگر یه سری درس مثل مدیریت استراتژیک داریم که درس تخصصیمونه، قشنگ من این مدیریت استراتژیک رو توی فاز کاریم دارم پیاده میکنم و علاقه دارم به خوننش و علاقه دارم به فهمیدنش، و خیلی راحت تر از مباحثی بود که حالا مثلا توی مهندسی کامپیوتر داشتیم و خیلی سخت بود.
مثلا شما نیاز داشتی در طول ترم حداقل میانگی روزی 2 ساعت 3 ساعت واسه یه درس بذاری که بتونی بفهمیش، حالا نمره بالا که نه، نمره 12 13 ازش بگیری. آره راضی هستم، ای کاش میشد دوتر بیام و ای کاش این دیدگاه و زمان انتخاب رشته داشتم که بدونم مثلا اون زمان هم میشه اینکه عاقلانه تصمیم بگیرم و هدفم درست انتخاب کنم. برای منم که الان آره رضایت دارم، واقعا سخت ترین قسمتش برای من همون موقع تصمیم گیری بود که تغییر رشته بدم یا نه، چون مثلا با یه دلیل دو دلیلم آدم به این راحتی نمیتونه تصمیم بگیره که تغییر رشته بده، چون از یه طرف این مدلی که مثلا خودم ترم 6 تغییر رشته دادم، 3 سال این درسو خوندم، یک کم دیگه وقت بذارم تموم میشه، خیلی از بچه‌ها هستن فنی واسه ارشد میان مدیریت ام بی ای میخونن، یا اینکه مثلا آیا این تغییر رشته که بدم اونور واقعا رشته مقصدی که میخوام برم مناسب من هست، آیا دوستش دارم، این تحقیقاتی که باید بکنی، اینکه واقعا از این سمتی که هستی بخوای دل بکنی، اینا سخت‌ترین قسمتاش بود. ولی آره بعد از اینکه تغییر رشته دادم الان درسای اینور واقعا میبینم که بیشتر کاربردی، یعنی تک تک درسایی که میگذرونیم، حتی شاید درسایی که خیلی بچه‌ها باهاش ارتباط نگیرن، حال نکنه یا اینجوری باشن که به چه کاری میاد، واقعا با اینکه وارد بازار کار بشی یا حداقل مثلا یه سال یه سال نیم کار بکنی، واقعا میفهمی که تک تک حرفایی که استادا میزنن، چه استادای خوب چه استادای بد، یه جایی به کارت میاد، چون رو تجربه حرف میزنن، اینش واقعا هست. ولی تو مهندسی این یه مقدار کمتر دیده میشه. این چیزی بود که باعث شد من واقعا مدیریت مثلا لذت ببرم و راضی باشم از اینکه اینجا هستم. مثلا شاید کمکاری‌هایی هم باشه، مثلا سر کلاس‌ها نریم و غیبت بخوریم و این داستانا، ولی رضایت الان کامل هستی. طبیعتا یه سری چالش ها داره تغییر رشته، چه همون قبل از اینکه میخوایم بهش فکر کنید، چه تو مسیرش، چه بعدش. بر اساس این چالش ها به چه کسایی کلن پیشنهاد میکنید که به این قضیه فکر بکنن؟ اصلا چه کسایی اصلا به این قضیه فکر نکنن؟ مخصوصا کسایی که اصلا هنوز کنکور ندادن، میگن من اینو قبول بشم بعد برم مثلا این رشته. توی مدیریت حالا من خیلی شنیده بودم بچه هم گفتم من بیام مثلا مدیریت دولتی یا صنعتی برم، یا توی مهندسی معروف برینش همون برق این. برای این قسمت آخری که پرسیدی توصیه میکنم زیاد روی این موضوع پیش نرید که فلان رشته برم بعد تغییر رشته بدم، چون بالاخره ممکنه نشه، اصلا ریسکش هستش. و مثلا بین رشته های مدیریت درسته که با هم دیگه تفاوت دارن، بازار کارهای متفاوتی دارن، ولی شما مثلا بری بگردی توی دیسکریپشن شغل هایی که میخوای انتخاب بکنی، شغل های مدیریتی اینجوریه که یه رشته لیسانس مدیریت داشته باشی، زیاد به این موضوع توجه نمیکنه که چه مدیریتی. حالا مثلا بعضی کارهای خاص آره، مثلا به فرض مدیریت صنعتی نیاز داره، کارهای صنعتی متفاوته، ولی مثلا با یه رشته مدیریت دولتی حتی میتونی از اونور با یه سال تجربه کار، دو سال تجربه کار، کارهای بازرگانی بکنی، کارهای مالی بکنی با گذروندن دوره هاش. زیاد روی این موضوع مانور ندم به نظر من بهتره. برای چه کسایی خوبه؟ تو حرف قبلی من گفتم یکی دو دلیل کافی نیستش برای این کار. به نظر من بهتره که واقعا هم از رشته‌ای که الان هستی مثلا بریده باشی و هیچ راه ادامه دادنی نداشته باشی یا هیچ آینده‌ای برای خودت نبینی، و از اون طرف هم اون رشته‌ای که می‌خوای بری همه اینهایی که این فقدان‌هایی که اینجا بود اونجا پیدا بکنی، خودت رو به عنوان یه همچین صاحب شغلی ببینی که همچین شغلی داشته باشی، ببینی که با روحیات جورتره، بر خود یه آینده‌ای ببینی. بیشتر باید به نظر من بچه‌ها این مدلی باشن که موقع انتخاب رشته اون آگاه‌سازی انجام بشه تا به اینجا ترجیحاً نرسه، اونا مثلا تو شرایط خاص باشه، یه راه در روی باشه، ولی اینجوری نباشه که انتخاب رشته بکنم بعد بگم خب فوقش تغییر رشته میدیم دیگه. نه زیاد جالب نیستش به نظر من. ببین حالا محمد خیلی چیزا رو اشاره کرد، ولی مهمترین چیز اینه که شما قرار نیست زجر بکشید تا مدرکتون رو بگیرید. خیلی نکته مهمیه. قرار نیست به قول معروف خودتون رو پاره پاره کنید، روزی مثلا 13 ساعت 14 ساعت درس بخونید که بتونید یه مدرک کارشناسی بگیرید که نهایتاً ازش خوشتون نمیاد. پس به جای اینکه بیاد به این فکر کنید که آقا 4 روز دیگه من اوکی من میام انتخاب میکنم اینو نتونستم تغییرش نمیدم، بگید من علایقمو شناختم، یا حداقلش اینه که برید علایقتون رو بشناسید، به قول معروف اون بحث خودشناسی برسید تا به خدا شناسی برسید. بعد اون خودشناسی رو که پیدا کردید، خب ما یه سری آزمون‌های خیلی مختلف روانشناسی هست واسه اینکه بدونید چه مهارت‌هایی دارید و به چه چیزهایی علاقه دارید، به چه حوزه‌های شغلی علاقه دارید. اونها یه احتمالات حالا به قول معروف کلی واسهتون می‌زنن که شما می‌تونید تو اون حوزه‌ها حالا تحقیق کنید و ببینید که آیا واقعا به سمت اونها علاقه دارید، یا اینکه نه صرفاً فقط اسمشون رو شنیدید خوبه پس بریم. نه به اون بحث تغییر رشته فکر نکنید. تغییر رشته مورد کاملا اضطراریه،
وقتی خب دیگه توانایی ندارید، میدونید برفرض مثلا یکی دو ترم دیگه تو این رشتهتون ادامه بدید، یا انصراف میدید از دانشگاه یا اخراج میشید، یا دیگه مغزتون توانایی هندل کردن و تحمل فشار رو نداره. به جای اینکه بیاد مثلا، حالا لذت هم که نمیشه گفت، به جای اینکه مثلا یه روند عادی باشه توی زندگیتون این تحصیله، میشه یک فراوند زجرآور و هر روز از اون توانایی روحی روانی روحی و روانی و جسمیتون کاسته میشه واسه اینکه بخواد مدرک بگیرید و در نهایت به دردتون هم نمیخوره، چون اصلا علاقه ای به اون حوزه شغلی که اون مدرک واسهتون فراهم میکنه ندارید. پس بهتره بیشتر قبل از حالا کنکور، قبل اصلا به این موضوع تغییرشته فکر اونقدر نکنید. به همون موضوع این که دقیقاً به چه حوزه‌های شغلی و به چه حوزه‌های رشته دانشگاهی که مربوط به اون حوزه‌های شغلی فکر کنید تا بتونی انتخاب درست داشته باشید. ببین یه سری مشکلاتی که تغییر اشته داره که پیش رو بچه ها باید به تنشون بمالن، مهمترین موضوع بحث سنواته. ببین عاقلانه و منطقیش و حالا درستش اینه که خب شما یک سال دو سالی که توی رشته اول تحصیل کردید این بیاد به سنواتتون اضافه بشه، ولی خب توی روند تغییر رشته حداقل توی دانشگاه تهران این شکلی نیست. یعنی شما ورودتون به دانشگاه همون سال 97 میخوره که وارد دانشگاه شدید، نه زمانی که تغییر رشته دادید و همین خیلی درد سر حالا هم نظام وظیفه اذیت میشید، هم سر حال سنوات رفاهی و تغذیه‌ای و شهری سنوات آموزشی که بعد شهریه بدید اذیت میشید. مشکل بزرگی که بحث همون تغییر رشته داره این و نکته مهم اینه که حتما باید با تحقیق خیلی فراوان باشه که نشه برید یه رشته که ببینید از رشته اولی خیلی بدتره و اصلا علاقه بهش نداری، میشه از اینجا رونده و از اینجا مونده. واقعا زندگی ارزش اینو نداره که بخواید کاری انجام بدید که خوشتون ازش نمیاد. همین که گفت باید PSA چیزا رو به تنتون بمالید، سر سنوات مثلا یکم حالا بیشتر بچه فقط متوجه بشن، الان وقتی که من تغییر رشته دادم دارم هر ترم مثلا 19 20 واحد برمی دارم و این چیزیه که حالا بین بچه مدیریت هستش، یعنی میشه راحت انجام داد، ولی یه فشاریه که استرس اینو داری که خب یه وقت یه درسی رو اگه کمکاری بکنم بیفتم میره برای ترم بعدش، از اون سنوات مجازت رد میشی، بعدش دیگه نمیتونی نه ارشد بدی نه مثلا اگه بخوای مهاجرت بکنی. اجازه میدن مثلا بعد از 12 ترمم با سنوات بهت میدن که درست رو ادامه بدی، ولی بعدش دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، بعد دفترچه پر کنی بری سرباز شی. مثلا دو تا تابستون هم حتی با بچه ما رفتیم درس برداشتیم، در این حد فشرده و ایمپکت ما رفتیم جلو فقط که این درس ها پاس بشه تموم بشه. موضوع دیگه ای هم که هست حالا واسه اونایی که خیلی دوست دارن دورشون شلوغ باشه و اینا، مثلا بعد از اینکه تغییرش میدی دیگه تو دانشگاه جدید دیگه کسی رو نمیشناسی، یا باید روابط اجتماعی خیلی قوی باشه بتونی سری با همه ارتباط بگیری. مثلا امیر این ویژگی رو داره واقعا، الان همه رو میشناسه دیگه. تو فنی هم همین بود، یعنی من اگه امیر رو نمیشناختم کلا با 3 نفر در ارتباط بودم. یو با امیر رفیق شدم دیدم یه دانشگاه جدید با اینا همه رفیقم 25 نفر بچه ها. ممکنه یکم حالت منزوی بشید اگه نتونید با کسی ارتباط بگیرید، بالاخره با ورودیای خودتون که هستید یه بهونه ای هستش، یه سری همه جدیدن مجبورید با هم دیگه ارتباط بگیرید. خب مثلا نام هست بارکان بازرگانی 400 دیگه، برای که بازرگانی 400 من همه ورودی 400 بازرگانی بودم با هم دا، یه نفر به اسم بازرگانی 400 اضافه میشه. دقیقاً واقعا اونم بازرگانی 400 نیست. من الان خودم از بچه بازرگانی 400 فکر کنم یه نفر دو نفر رو میشناسم، اونم یعنی به صورت رندوم بوده باهاشون رفیق شدم، نمیدونستم بازرگانی 400 هم. فکر کنم خودم کسی نمیشناسم از بازرگانی 400. روکوراست یا حتی نیما هست دیگه. آره نیما هست، صبحان هست، صبحان هستن بچه ها. اونا چون از قدیم میشناختیم، حتی صبحان مثلا از قدیم میشناختیم، کنکور داد اومد دانشگاه اونا هم به اسم بازرگانی. آره. ولی بچه ها مهمترین چیز، آقا راست و حسینی بخوایم بگیم، حقیقتش این بود که ما تو مهندسی کامپیوتر دیدیم زیاد خوش نگذروندیم، تغییرش دادیم اومدیم مدیریت خوش بگذرونیم. فکتش همین فکت منظرم تمومش کنیم. آره واقعا به نظر من بعد آموزی داره دیگه ادامه ندیم. دمتون گرم، مرسی از وقتی گذاشتید. خیلی به بچه‌ها کمک می‌کنه، اونایی که حالا تو ذهنشون تغییرشته بود یا کسایی که حداقل کنجکاو بودن زدن روی ویدیو این واسه تغییرش. چجوری هست؟ مرسی از وقتی که گذاشتین. خدافظ. ناموجو رو ناز.